Assalamu alaikum. In the name of God, the most compassionate and the most merciful, most welcome to a Spoken English at Home program. Today, I would like to explain about simple past tense. What is simple past tense and structure of the simple past tense? Please pay attention. زمان ساده گذشته در حقیقت یکی از زمانهای مهم و مورد استفاده زیاد است و به کسایی هستند که ابتدایی انگلیسی را خوانده باشه به شکل متوسط نزدیک به متوسط شده باشه یکی از زمانهای بسیار کاربردی است. میایم به تعریفش. Definition: It is used to show an action or a state that happened at a particular time in the past. It is used to show an action or state that happened at a particular time in the past. زمانی گذشته ساده عملی را نشان می دهد که در گذشته در یک وقت مشخص صورت گرفته باشد. به طور مثال، مثال ها را می خوانیم. I went to university yesterday. من دیروز دانشگاه رفته بودم. عمل دیروز اتفاق افتیده. آم ختم شده، آم شروع شده، خلاص شده عمل. دومیش، She met her new manager last week. She met her new manager last week. او مدیر جدیدشان را هفته گذشته ملاقات کرده. مثال سومی، He immigrated to the US 3 years ago. او 3 سال پیش مهاجرت کرده به ایالات متحده آمریکا. رونالدو felt very sad because his team lost the game. رونالدو بسیار احساس غمگینی میکرد به خاطری که تیمشان چی کرده بود؟ بازی را باخته بود. We were in Baghi Babur last Friday. We were in Baghi Babur last Friday. جمعه گذشته ما در باغ بابور بودیم. She was at home the day before yesterday. She was at home the day before yesterday. او دیروز نه پریروز. یا او 2 روز قبل در کجا بود؟ در باغ بابور بود. یک چیز فراموش نکنیم هموطنا که گذشته is, am, was و گذشته are, were. Do, does تبدیل میشه به did. ای بود تعریف زمان ساده گذشته. میریم طرفای استرکچرش. اول affirmative statements یا بیانیه های مثبت. در بیانیه های مثبت چی چیز خیلی مهم است؟ subject است، جمع حالت دوم فعل، جمع تکمیل کننده جمله. حالت دوم فعل استفاده کردنش به زمان گذشته ساده بسیار مهم است و ما معمولا 2 نوع فعل داریم، یا فعل های با قاعده داریم یا بی قاعده. با قاعده ما خوب است، مثل ورک واری یک ایدی میگیره یا تنها دی میگیره، تبدیل میشه به گذشته حالت دوم. اما بی قاعده بد است که شکلشان تغییر میکنه. علی میایم جملات میخوانم. I worked yesterday. من دیروز کار کرده بودم. We worked yesterday. ما دیروز کار کرده بودیم. You worked yesterday. شما دیروز کار کرده بودین. They worked yesterday. آنها دیروز کار کرده بودن. He worked yesterday. او دیروز کار کرده بود. She worked yesterday. او خانم دیروز کار کرده بود. It worked yesterday. او بیجان یا حیوان، به طور مثال یک موتر دیروز کار کرده بود. این بیانیه های مثبت است. میریم به بیانیه های منفی. در بیانیه های منفی ایجا به عوض دود است که در زمان حال ساده استفاده میکردیم، از گذشتهشان کار میگیریم که دید است. بعد از او یک نات علاوه میکنیم. استرکچر میبینیم، اینجا سبجکت است، جمع دید است، جمع نات است، جمع حالت اول فعل. ایجا حالت گذشته فعل استفاده نمیشه به خاطر که ایجا دید آمده. دید خودش یک گذشته است. یک تا گذشته در یک جمله کفایت میکنه.
ضرور نیست که فعل خود هم ما به گذشته تبدیل کنیم. Complements تکمیل کننده های جمله. جملات می خوانم. I did not work yesterday. من دیروز کار نکرده بودم. پیشتر می گفتیم کار کرده بودیم. امروز حالی می گیم کار نکرده بودم. We did not work yesterday. ما دیروز کار نکرده بودیم. فراموش نکنیم که شکل کوتاهی did not didn't است که معمولاً در سخن گفتن یا در گپ زدن انگلیسی ما از didn't استفاده میکنیم به جای did not. اما به نوشتاری بهتر است شکل رسمیاتش که did not نوشته کنیم به جای didn't. باز میخوانم. You didn't work yesterday. شما دیروز کار نکرده بودین. They didn't work yesterday. آنها دیروز کار نکرده بود. He didn't work yesterday. او پسر دیروز کار نکرده بود. She didn't work yesterday. او دختر دیروز کار نکرده بود. It didn't work yesterday. او حیوان یا او بیجان دیروز کار نکرده بود. اینا بود بیانیه های منفی. میریم طرف سوالیه در سلاید بعدی. سوالیه های مثبت. در قانون مثبت یا سوالیه ها در کل ما چی قانون داریم؟ auxiliary verb یا افعال کمکی را در سر جمله بیاریم. اینجا فعل کمکی ما دید است. این دید سر جمله آوردیم. سبجکت است. جمع حالت اول فعل است. بازم میگم اینجا چون دید آمده اینجا فعل به گذشته تبدیل نمیشه. جمع تکمیل کننده جمله است. به حساب نوشتاری از یاد ما نروه علامه سوالیه را. به حساب گفتاری سوالیه خو اصلا فهمیده نمیشه. Did I work yesterday؟ آیا دیروز من کار کرده بودم؟ Did we work yesterday؟ آیا ما دیروز کار کرده بودیم؟ Did you work yesterday؟ آیا شما دیروز کار کرده بودین؟ Did they work yesterday؟ آیا آنها دیروز کار کرده بود؟ Did he work yesterday؟ آیا او مرد دیروز کار کرده بود؟ Did she work yesterday؟ آیا او خانم دیروز کار کرده بود؟ Did it work yesterday؟ آیا او بیجان یا حیوان دیروز کار کرده بود؟ به سوالیه در کل ما چی کردیم؟ دیده در شروع جمله آوردیم. میریم در سوالی منفی. سوالی منفی از یاد ما نرود دوستان. ما معمولا زمانای استفاده میکنیم که متعجب شده باشیم و خبر داشته باشیم که یادم باید مثلا یعنی کار انجام میداد یا دیروز باید کار میکرد اما چرا کار نکرده. ما سوالی منفی ازش میپرسیم. در سوالی منفی بعد از did not میه، بعد از او subject میه، بعد از او حالت اول فعل میه، بعد از او تکمیل کننده جملات. به طور مثال didn't I work yesterday؟ آیا ما دیروز کار کرده بودم؟ didn't we work yesterday؟ آیا دیروز ما کار نکرده بودیم؟ didn't you work yesterday؟ آیا شما دیروز کار نکرده بودین؟ didn't they work yesterday؟ آیا آنها دیروز کار نکرده بودن؟ didn't he work yesterday؟ آیا او پسر دیروز کار نکرده بود؟ didn't she work yesterday؟ آیا او خانم دیروز کار نکرده بود؟ didn't it work yesterday؟ آیا او بیجان یا حیوان دیروز کار نکرده بود؟ در سلاید آخری ما میبینیم که بعضی سوالیه ها سوالیه های WH question یا information question یا سوالات معلوماتی یا هم WH word برش میگن. چون در اینا امو چند تا WH ها که هست what is, when is, we are is, who is, whom is, how is, why is مثل ازی بعضای دیگرهایشان حتی ترکیبیشان اونا هم امرای زمان گذشته ساده مورد استفاده قرار میگیره. ما به طور مثال یک چند جمله ایجا آوردیم. لطفا توجه کنین. Where was احمد yesterday؟ دیروز احمد کجا بود؟ He was at home. او در خانه بود. What did Ali do the day before yesterday؟ پری روز علی چی کار کرده بود؟ He went to Katib University. او دانشگاه کاتب رفته بود. Who did call you last week؟ هفته گذشته کی به شما تماس گرفته بود یا زنگ زده بود؟ My younger brother called me. برادری کوچکتر ما برای ما زنگ زده بود. How long did you check up the patients yesterday؟ دیروز به چی مدت زمان شما مریضا را معاینه کردین؟ I checked up my patients for 20 minutes. برای 20 دقیقه من مریض های خود را چی کردم؟ معاینه کردم. Why didn't you call me yesterday؟ دیروز چرا شما به من زنگ نزدین؟ Oh, sorry, I forgot it. او ببخشین، من فراموش کرده بودم. اینا بود سوالات معلوماتی. در سوالات معلوماتی مستقیم بعد از WH word ما و شما اگر عمل باشه از did کار میگیریم و اگر موجودیت نشان بده از was یا were کار میگیریم.
در اخیر اگر شما علاقمند هستین که بیشتر از برنامه های Spoken English at Home بیاموزین، لطفاً سری بزنین به Spoken English at Home که فیسبوک پیج است، دهی فالو کنین و ایجا مواد انداخته میشه. و همچنان شما میتونین در گروپ Spoken English at Home که یک فیسبوک گروپ است در او جوین شوین و به صدها نفر دیگه که وصل شده و اونا هر روز از موادای ما استفاده میکنه شما هم استفاده کنین. مجددا تشکری میکنم از توجهتان. سی یو سون. الله حافظ.